هر کسی دستش میرسه به هر تعداد متنی که میتونه در جهان پخش بکنه. طوفان توییتری را بندازیم در جهان نیمه شعبان برای منجی موعود. واقعا همه باید برنامه‌ریزی کنن اگر ظهور به همین نزدیکی‌ها رخ داد چی؟ ما آماده هستیم یا نه؟ آماده شدن از نظر معنوی و از نظر رفتاری و آثاری که این امیدواری داره چیه؟ یک، تلاش مجدانه برای مقدمه سازی ظهور. وقتی که آدم امیدش زیاد باشه مجاهدانه مجدانه تلاش میکنه. من یادم از عملیات بیت المقدس خیلی از نیروها خسته شده بودن، مجروح بودن، دیگه خیلی تلفات داده بودن بعضی از گردانها. خب یه فرمانده عزیزی که او هم بعدم به شهادت رسید اومد گفت بچه ها این برگه هاتون که ما قول داده بودیم به شما تسویه بدیم یا مرخصی بدیم، اما چند قدم دیگه بیشتر تا فتح خرمشهر نمونده. ما به مادران شهدا قول دادیم، خدا شاهده بچه هایی که تو صف نشسته بودن که مرخصی یا پایان کار خودشونو بگیرن برن تسویه کنن برگردن عقب، بعد از اون همه شاید نمیدونم دو هفته بود شد چقدر شد بیشتر شد عملیات، یکی یکی بلند شدن تو صف نیروهای جدیدی نشستن که تازه اومده بودن میخواستن برن جبهه. گفتن حالا اگه کمی مانده پس بیشتر حرکت میکنیم. واقعا هم اینطوره. یک بازی کننده که در واقع دونده وقتی میبینه به اون لحظه آخر خط بردن داره میرسه تلاششو مضاعف میکنه، دیگه هرچی در بدن داره مایه میگذاره شدید. شاید ما در آستانه خط پایان هستیم، باید ببریم این بازی. شاید ما در آستانه خط پایان هستیم. من قدم دیگه بیشتر تا فتح خرمشهر نمونده. یه چوبی هست توی دعای امدادی به هم دیگه میدن که ببره نفر آخر به خط پایان برسونه. این دعای امدادی رو چه شهدایی پشت سر ما بودن و کار رو به اینجا رسوندند و به دست ما دادن که ما به خط پایان برسیم. شاید چند لحظه بیشتر تا ظهور فاصله نداشته باشه. وقتی که آدم امیدش زیاد باشه مجاهدانه مجدانه تلاش میکنه. الان دوستان گفتن که یک پویشی را افتاده، طوفان توییتری را بندازیم در جهان نیمه شعبان برای منجی موعود و مردم جهان رو امیدوار بکنه، مسیحیان رو امیدوار بکنه. دو تا دین قوی جهانی که قدرت دستشون هست، خب اینها باید تحت تاثیر قرار بگیرن با دو رهبر بزرگ الهی. چه نقشه ای خدا ریخته؟ ظهور یعنی ظهور مهدی و مسیح علیه ما آلاف و تحییت و سلام. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف چرا باید همزمان با حضرت مسیح ظهور کنن؟ خب وضع جهان ماست دیگه. خب ما در روایات داریم هر دو بزرگوار در قدس نماز خواهند خواند. مگه الان قدس مسئله منطقه جهان اسلام نیست؟ ببینید چقدر مرتبط و شفاف با واقعیت‌های امروز ما مسئله ظهور ارتباط داره.